الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام كريما ببخشان بحالما كما هستم ميسير گنا ندارم ندارم بغیر تو رحم کن بر حال من تو غفوری تو رحیمی یا رب رحم کن در حال من 40 عمر عزیزت گذشت مزاج تو از طفلی نگذشت الحمدللہ محترم دوستو بزرگان برادران و خواهران السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا یک سال دیگہ و یک عمر دیگہ پر از ایمان و پر از تقوی انشاءاللہ مارا با دروازه ماه مبارک رمضان آورده الحمدلله الحمدلله منا که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله اهل ایمان اهل تقوا و از راه ان شاء الله صراط المستقیم ما را انتخاب کرده و ان شاء الله به امیر را ان شاء الله تعالی ما تا آخرین دمک و تا آخرین روز که ما در این دنیا هستیم انشاءالله با لا اله الا الله باشیم به هر حال الله سبحانه و تعالی ما را انشاءالله آورده به ماه مبارک رمضان و این ماه مبارک رمضان در این حال که ما هستیم بیشتر یک امتحان کلان است که اولی یک چیز تاریخی است و یک روز و یک ماه کتابای هیستوری و تاریخ نوشته می شود که در سال 2020 ما تراویح نکردیم در مسجد تلاوت قرآن ختم القرآن در مسجد و مساجد نشد نه تنها در امریکا لیکن در تمام دنیا بعضی مساجد میکنه غیر قانونی یا زیر در خانه عکس و چیزا لیکن بمی جمله کل مسجد ها قائم است مسجد حرمین شریفین ختم القرآن شاید کنن شاید نکنن 10 رکات می خوانن شب ده هر شب 10 رکات می خوانن باز دیگر رکات هایش در وقت تهجد می خوانن اتا که پوره یک ختم القرآن می شد در ماه رمضان با 20 رکات تراویح امسال نشده و نیست اکثر جاها در اکثر مساجدهای دنیا به هر حال ما شکر گزار هستیم که الله سبحانه و تعالی ما را از اهل ایمان فرستادت که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله اهل ایمان که الحمدلله به دین اسلام ما که اگر امسال تراویح نیست الله سبحانه و تعالی بدلش داده که اگر در خانه نیست نمیتونین در خانه خود بکنین در مسجد اگر نیست در خانه خود کنین عمل همیشه هست الحمدلله که ما روزه داریم ما صوم داریم دعا است که اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ورقوعنا وسجودنا وجميع اعمالنا ما دعا میکنیم که اگر تراویح نیست 10 عمل دیگه هست که در این ماه مبارک رمضان ما میتونیم خود بیزی بسازیم و خود میتونیم مشغولش بسازیم الحمدلله که ما را صحت داده الله سبحانه و تعالی الحمدلله که ما را جان داده
که ما در این ماه مبارک رمضان تانستیم و میتانیم انشاءالله صوم خدا و روزه خدا با آخرش که انشاءالله آخر ما ما چکریم. اینجا الله سبحانه و تعالی ای ماه مبارک رمضان از امتا که ما پیشتر گفتیم این ماه ماه تاریخی است، خصوصا در این سال و این رمضان تاریخی می باشد. 100 سال بعد در کتاب ها نشته می باشد که در روز در ماه در سال 2020 سال 2020 ما تراوی نبود، اینی نبود، اینی نشد، اینه تنشد، لیکن الحمدلله ما ایمان خدا داشتیم و عملای خدا داشتیم. اینجا الله سبحانه و تعالی بسیار مقبول فرستادت در آیت کریمه که یا ایوها یک شخصیت پرسان کند که ما چرا روزه میگیریم. خب یک جمله است که صحیح است که ما اینو تراوی نیست، اینی رکم چیزا نیست در این سال، صحیح، مگم in general به هر حال ما چرا روزه میگیریم؟ مقصد روزه چی است؟ بعض مسلمان ها هم این سوال داره که چی؟ مقصد رمضان و مقصد روزه چی هست؟ کل روز دان خدا بسته میکنیم، نان نمیمانیم که در شکم ما بره، آوا نمیمانیم در گلون ما بره، به چی حال؟ بعض مردم طاقتش نداره، بعض مردم پرابلم ها ازش میبره، چرها؟ اینجا الله سبحانه وتعالی به سه جمله چهار جمله اینجا در این آیت مبارکه گفته، میفرمایه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا جمله اول که یا ایها الذین آمنوا، الله از ما ندا دارد، صدا میکنه سر ما که یا اسم یا لفظ ندا هست، مثلا او بچه، او دختر، امی او که میگیم یک نداست، یک اتنشن هست، یک میخوای متوجه کنی یک آدم یا شخص هست. اینجا الله میگه، الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا، متوجه باشین. کی متوجه باشه؟ کی متوجه باشه؟ الذین آمنوا، متوجه باشین او اهل ایمان، او شخصیت ها که در قلبتان ایمان لله است. یا ایها الذین آمنوا، متوجه باشین او اهل ایمان. خواهین متوجه شدیم یا الله چی هست که بر ما میگی؟ کتب علیکم الصیام، سرتان فرض و فریدت کردیم. کتب نشته، امی اگه لفظش بخونی کتبه بنای نشته کردن یا نشته شدن در کتاب، مگم اینجا به تفسیرش در این جمله معنویش چی هسته؟ فرض کردن، فوریده، ای بیمان فوریده. کتب علیکم الصیام ای فوریده علیکم الصیام، ما فرض کردیم سرتان صیام ای چی؟ روزه را. سو این دو جمله شد که یا ایها الذین آمنوا، متوجه باشین او اهل ایمان، کتب علیکم الصیام، ما سرت فرض کردیم این صیام، فرض کردیم این روزه را. کما کتب علی الذین، کما همونطور که کتب فرض کردیم، علی الذین بسر اون مردمه یا بسر از اون شخصیت های یا قومه. چی میگه؟ الان سه جمله شد. الله سبحانه وتعالی چی میگه؟ چی میفرموده؟ که یا ایها الذین آمنوا، متوجه باشین او اهل ایمان که چی؟ اینی پیغام است. کتب علیکم الصیام، فرض کردیم سرتان این روزه را. کما کتب علی الذین، اموتر که اون شخصیت ها را چی؟ من قبلكم لعلكم تتقون. الان كل جمله براتون میخونم ترجمه میکنم که یا ایها الذين امنوا، متوجهت که بیارن کی؟ مردم ایمان. براتون پیغام دارم، پیغام ما چی است؟ کتب علیکم الصیام، ما سرتان فرض کردیم این روزه را. کما کتب علی الذین من قبلکم، اموتر که بمی وجهی که فرض کرده بود هم
این روزه را و قومای پیشتر شما و مردم پیشتر شما. چرا؟ سببش چی؟ سببش باز ما میایم برش. اینجا الله سبحانه و تعالی بسیار یک جمله بسیار بزرگ میگه، میفرموده که اون مردم متوجه باشین، توجهی تا برای ما بیارین که ما سرتان صدا کردیم. خو این الله سبحانه و تعالی ما امی فوکس خدا و امی توجه خدا به تو آوردیم، چی پیغام داری؟ کتیبه علیکم و سیام، ما فرض کردیم سرت روزه را. کما کتیبه علی الذین من قبلکم، امطر که سر شما ما فرض کردیم روزه را، امطر که ما سر قومای و مردمهایی که مسلمان بود پیشتر شما که رفته گذره ما این روزه را فرض کرده بودیم و فرض کردیم. چرا؟ ای چی مانا میتر؟ اهل موسی، قوم موسی علیه السلام، قوم هارون، قوم نوح، قوم عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، سر کل مسلمان ها و جمله مسلمان ها که تیر شده بود ما سرشان این روزه را داشتیم. اتا چیز نو نیست. او بنده او امت محمد صلی الله علیه وسلم، این روزه کدام چیز نو نیست برای شما، یا یک چیزی که نو ما جور کردیم به شما که این را عبادت کنین یا این را عمل پیش ببرین. نه، این عمل روزه و صوم در وقت مردم های و قوم های و بنده های پیشتر شما بود. ما میفهمیم که اهل موسی علیه السلام روزهشان بسیار مشکل بود، از عیسی علیه السلام بسیار آسان بود، تو آسان، از محمد مصطفی در میانش بود. الان سببش چیز که پرسان شخص پرسان میکنه که چرا ما روزه میگیریم؟ اول الله سبحانه و تعالی براتون نشان داد که این روزه چیز نو نیست، همیشه او بود و همیشه میباشه. آخر جمله برات میگه، میفرمودد که لعلکم تتقون، که لعلکم، که شود که تقوا چی؟ تتقون، که شما اهل تقوا شوین و تقوا عمل تقوا را در زندگیتان بیاره. مقصد، پرپس، سبب، راز روزه کردن، روزه گرفتن چیست؟ آخرش که تقوا در زندگی ما بیاید. لعلکم تتقون and perhaps you may gain taqwa, or that you may perhaps make amal on taqwa, or you may perhaps bring into your life taqwa. لعلكم تتقون. Allah سبحانه وتعالى میگه که متوجه باشین و اهل ایمان که این فرض روزه سرتان تنها نیست، ده جمله مردم پیشتر شما، شخصیت های پیشتر شما، قوم های پیشتر شما این فرض بود. چرا؟ با مو مردم هم با شما هم. لعلكم تتقون، که تقوا که perhaps که شاهد هی تقوا در زندگیتان بیاید، عمل تقوا، حقیقت تقوا. باز اینجا که میگه از روایت شده از ابو هریره رضی الله تعالی که نبی علیه السلام چی میفرمودد حضرت؟ که من قام رمضان ایمان و احتسابا، که اون شخصیت که بر رمضان استاده شود ایمان و احتسابا، غفر له ما تقدم من دمه و ما تأخر. آنهایش چی مانا میته؟ که اون شخصیت که در ماه رمضان بیای و کل عملایی که در رمضان بارز کند میکند، که شود میکند، ایمان و احتسابا، امرای ایمان و و و و و می سوز، که این عملی که ما میکنم، ایمانی که میکنم، در اینجا در انگلیسی احتساب مانای conviction و می پرسوز ایمان. غفر له ما تقدم من دمیمی مانای چیست؟ که اون شخصیت که ایمان کامل و ایمان میایه که این رمضان برش ایمان داره و به این روزه ایمان داره، میایه که ما در عمل این ماه مبارک رمضان که چون تراویح باشه و قیام باشه، هر چی عملی که باشه، میگه من آمدیم به رمضان، ما حاضر هستم به ماه مبارک رمضان و همه چیزی که در ماه مبارک رمضان میایه ایمان و احتسابا. نبی علیه السلام یک پرامیس بر ما داده، یک وعد بر ما داده که چی؟
غفر له ما تقدم من دمه وما تأخر. که انشاءالله ما فستی از اون گناهایی که بعدی بود و اون گناهایی که ده ماضی بود و اون ده که انشاءالله یا انشاءالله نیم اگر گناه ها که شوه یا معاف است. گناه های چوچه، گناه های کوچک که الله سبحانه وتعالی اینجا نبی علیه السلام می فرموده که اون شخصیت که بر رمضان بر ایمان و احتساب می آید، تیار است، حاضر است، نبی علیه السلام می فرموده که این مرد، این شخصیت گناهاش معاف است. و این شوای و این روزای رمضان ما باید است استفاده کنیم، استفاده خوب کنیم، عمل خوب کنیم، خود با خود امی وجود ما که به مواد و نان چیزا باشه، ما امی خود گناه یک انرژی کار داره است. علمای اینایین که بودن هربل که میگن، یا همیشه علمایی که دمی هربل مرسن چیزا که دز دارن، همیشه میگن که امون نانه که میخورین برای عملت دایرکت اتر چی داره، اتر کنکشن داره. مثلا مردمای بعض مملکت ها هست که زیاد خوک میخورن، بیشتر امی گوشت خوک میخورن و خودشان عین امی چهرهشان، بینیشان، رنگشان، بویشان، عملشان با مو خوک میمونن. نبی علیه السلام اگر در دایت نبی علیه السلام ببینن، همیشه خرما بود، وچتبل بود، سبزیجات بود، و اگر گوشت خورده بود همیشه نمی شتر بود، گوشت شتر، شیر شتر و گوشت گوسفند. ما خودم شخصا نخواندم که نبی علیه السلام کدام وقتی گاو بخوره یا شتر چیر بز بخوره یا مرغ بخوره. نبی علیه السلام چون اگه باز ببینن گوشت شتر یک باوفا حیوان است، یک باهوایی دارد، و گوسفند هم یک آرام، بسیار آرام چیسته، حیوان است. نبی هستم و خود همین مردمی که همین نانه که میخوره، خود همین عرب اصلا حقیقتا اصلا عرب بسیار باوفا هستند، بسیار میمان نواز هستند، بسیار دست دراز دارند. این یک کنکشن است. بعضی مردم بسیار نانای تند میخوره، همون تا تند واره هستن. سو به هر حال امین گوشت و نان و مواد که در جان ما نیست، به 10-12 سال خود به خود خود ما یک رکم دوازو در وجود ما میاید و این یک خود یک روحانیت خداوندیست. به می سبب روزه گرفتن که ما تقوا میاید و ایمان میاید و ما خود ما خود به خود میتونیم زیادتر عمل خوب بکنیم. در نمی وعده خوب است که زکات بتین، صدقه بتین، عبادت زیادتر کنین. می فهمم انرژی کم است، لیکن عبادت در شب بعض افطار آل تراویح نیست، پروگرام کنین یک ساعت ما یا 2 ساعت 15-20 دقیقه قرآن می خونم. خوب افطار کنین، افطار 8 بجه میشه، خوب افطار کنین. آن تو 9-9:30 10 بجه را افطار کنین، تکریزی کنین، باز برن یک نیم ساعت خالص راسخ که میگه راسخون فلان، ما تو خودت دایو کنین، دمی او که دایو میکنه خوب پایان برن در عمل. یک ساعت تلویزیون رو گل کنین با ایما، رادیو رو گل کنین با ایما، فوکستان توجهتان لله تعالی بیارین، پس توجهت برای خداوند دلجلال بیارین. ایما اتر مثال از ایما چی هسته که یک نفره که سپورت میکنه یا باکسر است، باکسر یا کونگ فو و باکسینگ چیزا که میکنه، ایمیره هر روز یک سال ترین میکنه و ترین میکنه، ترینینگ میکنه، نان درست میخوره، هلثی نان میخوره، نان ارگانیک میخوره، یعنی گوشت خود و مصالح خود خوب تیار میکنه، کلان میکنه، خونش هم پمپ است در جان چیزاش. باز یک سال بعد که فایت کلان ورلد چمپیونشیپش که میشه، میره بوم 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 میزنه، نفر دیگه را چپا میکنه و number one champion of the world میشه. و هنمتر مای سال یک دفعه در یک ماه رمضان مبارک میایه، این ما ترینینگ گراوند ماست، این جیم ما هسته،
جیم که در این ماه یک ماهی که ما داریم ما مسل های و بدن های تقوا را ما بارز جور کنیم و رگای تقوا را ما پر از خون کنیم جاری باشد ایمان خود قوی بسازیم که ما او باکسر یا 11 ماه ترین میکنه که یک روز جنگ کنه ما یک ماه ترینینگ داریم که 11 ماه را ما بارز تیاریش داشته باشیم که ما جنگ میکنیم با 11 ماه و در ما میفهم شیطان هم نیست شیطان ها را الله سبحانه و تعالی دمی هر جایی که نگاهشان میکنه نگاهشان میکنه لیکن یادتان نره لیکن کسی یاد کسی نره نفس همیشه پیش ما هست نفس همراه ما همیشه و همیشه هست نفس وسوسه نفس همیشه همراه ما هست اتو نیست که ما ما این گناه را کدوم شیطان نه تو شد نه شیطان امرای ما نیست لیکن نفس است نفس کی است خود ما هستیم شیطان گم است الان ببینه بسیار یک جمله تصوفی است که اگر شیطان بر یک شیطان هم نیست هزار شیطان است او شیطان که در قرآن است او شیخ اکبر شیاطین است او کلان کلشان است چوچه موچه کلشان است جن است و شیطان است و دیگر جمله های شیطانیت است لیکن یا کلشان بسته استن الله سبحانه وتعالی بسته شان کده الان اگر شیطان ما همیشه که گناه که میکنه میگه شیطان لعیم ما رد کرد شیطان اتر ما رد کرد خب این با یک ما شیطان و شیطان لعیم بسته است در هر جایی که هست بسته است الان اون گناه هایی که ما میکنیم بعضی ای بسته شدن شیطان ها مثلا در ماه مبارک رمضان هر گناهی که ما میکنیم بفهمیم که نفس است و نفس چی است؟ نفس خود ماستیم و الان ما میتونین ایره گیج کنین و ببینین که الان این گناه هایی که ما میکنم چوچه باشه بزرگ باشه خرد باشه کلان باشه این حقیقتا اینمهی پرابلما و دزیز های ماست مثلا این یک ماه دیگه باشه ماه جون و جولای باشه این چه خلاص شد این گناه است این گناه است ما در این گناه شامل هستیم در اون گناه شامل هستیم خب این سر شیطان هم ناختمش این شیطان نف رمضان آمد شیطان ها بسته شد چی ماند؟ این گناه دیگر که ما میکنیم این گناه هسته که وجود ماست مثلا این گناه هسته این گناه های هسته که ما اکر در این گناه شامل بوده ما هستیم که حالا که شیطان هم که رفته قدیما یک وجود شده عمل ما شده حبت ما شده بد عمل ما شده الان ما میتونیم که ببینیم که اینمی عمل ای عمل خود ماست ما این رو در انگلیسی ها میگم که یک ذره در فارسی درست اکسپلینیشن نشد فکر کنم که if in this month of Ramadan شیطانز and the شیاطین are locked up wherever Allah سبحانه و تعالی has deemed to fit to lock them up then whatever sin and bad habits that are left over that we are still continuing in doing in this month of Ramadan, know that that is us. Because what's left is nafs, and nafs is ourselves. And whatever sin that we commit after the fact that shaitan has been locked up, know that that is our true sin. E gunai hakikista. اون که شیطان بود من شر وسواس الخناس و شیطان اترت صحیح است حالا شیطان لاکت اپ شده حالا او گناهی که هست که ما دهش جاری هستیم those sins that we are inhabited with and habitual with those are our sins this is the real sin that we're involved in سبحان الله that is our true حقیقت that is our true reality and that is the month of Ramadan that we should work on This month of Ramadan is our training grounds. This month of Ramadan is our arena of training. For that 11 months, we have a battle. We have 11 months of battle that we have to be prepared for. So may Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, imay mubarak Ramadan bare ma, pur az nur, pur az barakat, pur az iman, pur az amal, pur az khubi wa khushi, imay mubarak bare ma. تا آخرش انشاءالله 30 روز مبارک رمضان بر ما نصیب کنه عید خوش الله سبحانه و تعالی بر ما نصیب کنه الله سبحانه و تعالی هر چیزی که ما گفتیم
اگر غلط بودش نفس ما و شیطان بود، شیطان هم نیست فعلا، که از نفس ما بود و هر چیزی که خوب گفتیم و درست گفتیم لله تعالی است، خالص از خداوند دل جلال و اکرام است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.